با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند و با سپاس از بیننده قبلی و توضیحات جامعی که درباره مساله ساختمان اخلاق ارائه کردند و در جلسات دیگر و یا شاید در همین نشست در ارتباط موضوع اخلاق با عدالت و همینطور موضوع استکبار و ظلم از بینندگان دیگر مدد خواهیم گرفت و همینطور از خود همین بیننده در برنامه های آینده. به ادامه تشریح آیه شماره 185 که یکی از آیه های بسیار بسیار با اهمیت هست در قرآن میپردازیم. این عبارت شروع میشود که ماه رمضان ماهی است که قرآن در اون نازل شده و این قرآن در واقع برای هدایت بشر است و برای تبیین یعنی روشن کردن و توضیح دادن و تشریح کردن و تفهیم هدایت است. برای هدایت آمده و برای تفهیم هدایت آمده و وسیله تفهیم هدایتی که برای بشر آورده وسیله تفهیمش وسیله است به نام فرقان. و گفتیم که حضرت حق در معرفی قرآن یعنی متون خواندنی و قرائت شدنی، من قرآن یعنی خواندنی و قرائت شدنی و آموختنی، می‌فرماید که قرآن هدایت کننده همه مخلوقات ارادی و مختار در هستی هستند و قرآن بار عام برای هدایت عام است و قرآن بیان کننده منطق و فلسفه چیستی و چرایی و مفهوم و مطلوب علت وجودی و مشخصات هدایت برای معاینه و برای معامله است که ما تشخیص بدهیم که اصلا هدایت برای چه است و در مورد هدایت شناسایی بکنیم و استعمال و کاربرد هدایت رو تشخیص بدهیم. و بیانات قرآن در امر هدایت از طریق توازن و توزین در فرقان و میزان مشخص و معین می شود و هدایت در واقع قابل تشخیص کردن و قابل شناسایی کردن روش انسان برای رسیدن به خدا از طریق اطاعت از امر خدا معین می شود و هدایت در واقع به وسیله بیانات قرآن قابل تعیین و قابل تشخیص و قابل شناسایی می شود. سلام عرض می کنم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، سلام عرض کردم خدمت شما. سلام بر شما. حال سرکار، انشالله که خوب باشید. آقای دکتر عرض ادب دارم و در ضمن خسته نباشید زیاد میگم خدمتتون. زنده باشید. و فقط یک سوال از جناب عالی داشتم. آقای دکتر، من قرآن رو تا حالا دو بار از روش نوشتم، دلم میخواد در آن سومیش هم شروع کردم بنوشتم. آیا در فهمیده قرآن به من کمک میکنه یا نه؟ بفرمید. سلام، شما اگر که تلویزیونتون رو ببندید کاملا، صدای تلویزیونتون تداخل پیدا میکنه با صدایی که میشنوید. بستم آقای دکتر. بسیار خوب، بله بفرمید. سلام عرض کردم، خسته نباشید. زنده باشید. انشالله که خداوند عمر واقعا جاویدان به شما بده که لطفتون واقعا شامل حال تمام بنده ها شده. من یک سوال از جناب عالی دارم. آقای دکتر، من دو دفعه از روی قرآن معنیاشو نوشتم، این دفعه دفعه سوممه دارم می‌نویسم. میخوام ببینم در فهم قرآن به من کمک میکنه یا نه. 100% شما هر چقدر که در قرآن دقت بکنید، حالا روش دقت افراد متفاوته. بعضی ها میبینید که متن عربیش رو میخوانند، بعضی ها میبینید که زبان عربی رو
به صورت پیوسته آشنایی ندارند، ولی برای ما ایرانی ها، برای ما فارسی زبان ها به طور کلی فهم قرآن آسانتره. حتی اگر عربی هم ندانیم، ما وقتی به تک تک لغات مراجعه میکنیم مفهوم اون لغات رو میتوانیم که 70% 80% تشخیص بدهیم، و اگه چند بار البته قرآن رو بخوانیم، هر باری که قرآن رو بخوانیم فهم ما نسبت به قرآن بیشتر خواهد شد. ولی من یک حقیقتی رو در اینجا، بدون اینکه من بخوام برای قرآن تبلیغات بکنم، میخوام عرض بکنم خدمتتون که من تجربه خودم رو خدمتتون عرض میکنم. شما هر نتیجه‌ای که میگیرید اون نتیجه برای شما خوبه. من وقتی که فرض بفرمایید که میخوام در مورد یک آیه‌ای در همین شبکه صحبت بکنم، از یک ماه پیش چندین بار این آیه رو میخوانم و چندین بار با این آیه زندگی میکنم. شب که میخوابم به یاد این آیه هستم، صبح که برمیخیزم، و در تمام مواردی که چیزی به نظرم میرسه راجع به این آیه یادداشت میکنم و چندین بار این سخنانی رو که میخوام بگم تعمیر میکنم و تعدیل میکنم، تا بالاخره پام میرسه به اینجا که جلوی این دوربین مینشینم و اون لحظه‌ای که چراغا رو روشن میکنه این مهندس اتاق فرمان و میگه حالا برنامه رو شروع بکن، تا حتی یک ربع قبل از اون هم مطالبی که من نوشتم با مطالب روز قبل تفاوت میکنه، مطالب روز قبل با مطالب روز قبلش تفاوت میکنه. و خدا رو گواه میگیرم که وقتی من در اینجا می نشینم و برای بار آخر میخوام از روی مطالب قرآنی صحبت بکنم، صحبتی که میکنم هیچ کدامش از اون نوشته هایی که چند بار نوشتم نیست، و نگاه میکنم ببینم یک چیزهای جدیدی به نظرم میرسه که از قرآن این است که هر چقدر که شما مطالعه قرآن رو انجام بدید و بعد شخصی که مثل شما که دارای همون خاصیت تقوایی است که قرآن مطالبه میکنه از ما، افرادی که دارای تقوا هستند، قرآن به صورت یک موجود زنده تو زندگی اونها به نظر من زنده میشه و نقش ایفا میکنه و از حالت کاغذ و مرکب خارج میشه و به حالت یک معلم برای اونها در میاد که هر بار مفاهیم عمیق‌تری رو از قرآن دریافت میکنم. برای من که این طور بوده، و من از بچگی از سن 3-4 سالگی با قرآن آشنایی دارم و هیچ وقتی از قرآن دور نبودم، ولی با این وجود که چندین بار هم قرآن رو از اول تا آخر با دقت، و من خیلی آدم سمجی هستم، یعنی من اصلا این سرعت نداره کارم، مثلا بعضی ها میبینید که در یک ساعت یک مقدار زیادی قرآن میخونن، من عرضه اون کارها رو ندارم. من خیلی روی قرآن متمرکز میشم و گاهی از اوقات میبینید که روی یک آیه ده ها صفحه مطلب یادداشت میکنم و چندین روز روی یک آیه مطالعه میکنم. خیلی سرعت ندارم، مزالک چندین بار با این حرکت لاک پشتی که دارم قرآن رو به پایان رساندم و باز آغاز کردم، و هنوز هم خدا رو گواه میگیرم که وقتی قرآن رو باز میکنم و یک آیه ای رو نگاه میکنم، درست مثل این است که بار اولی است که با معرفت البته بیشتری قرآن رو نگاه میکنم. باز هم برای من کهنه نیست که بگم خب این حالی که همه رو فهمیدم و اینا برم سر آیه بعدی. میبینم دفعه پیش من با همه دقتی که کردم یک چیزهایی در این آیه این دفعه میبینم که بار پیش ندیدم، و من پیشنهادم به شما اینه که دو کار انجام بدید. یکی اینکه لغات رو که به عربی در قرآن نوشته، مثلا کتبه، خب ریشه این رو وقتی شما ریشه کتابت رو از توی قاموس پیدا بکنید، از توی فرهنگ لغت پیدا بکنید، یا اینکه قصاص رو، یا اینکه چیزهای لغت مختلفی که شاید همه قرآن مجموعاً از نظر ریشه لغت 200 یا 250 تا ریشه لغت داره، که ما اگر اون 250 تا ریشه لغت، خود لغت رو عرض نمی کنم، مشتقاتش زیاده، اما ریشه لغت رو اگر که ما این 200-250 تا ریشه لغت یاد بگیریم، از نظر فهم ظاهری هم خیلی
مسلط میتونیم با قرآن در ارتباط قرار بگیریم. ولی از همه اینها که بگذریم، من فکر میکنم که اینجور که در تاریخ میگن افرادی که اصلا سواد نداشتن ولی با قرآن وجود خودشون با خدا صحبت میکردن، حالا اگر هم بوده تاریخ میگه که اینطور بوده، مثل بابا طاهر عریان، ما میبینیم که اینها به مدارجی از عرفان و فلسفه رسیدن که آدم هایی که سالها دانشگاه رفتن به اونجا نرسیدن و اینها هیچ سواد هم نداشتن. میخوام به این نتیجه برسم که ما برای فهم قرآن قبل از اینکه احتیاج به سواد ظاهری داشته باشیم، احتیاج به تقوا داریم که ما با این نیت قرآن رو مطالعه بکنیم که ببینیم خدا چه گفته که ما اطاعت کنیم، نه اینکه خدا چه گفته که ما با خدا کشتی بگیریم. چون بسیاری از افراد هستند که خدا رو معاینه میکنن، خدا رو مطالعه میکنن در قرآن و که از خدا چیزی بخوان یا اینکه با خدا کشتی بگیرن. یعنی دوستان میگویند که داستان یعقوب دروغ است، برای اینکه یعقوب هیچ وقت با خدا کشتی نگرفته، یا اگه کشتی گرفته الحمدلله این مال زمانهای قدیم بوده. خیر، این مال همین زمان ماست، همه ما یعقوب هستیم، همه ما در حال کشتی گرفتن با خدا هستیم و همه ما به جای اینکه ببینیم که قرآن به ما چه دستوری داده که ما دستور این معشوق رو انجام بدیم، به جای این کار اکثرا قرآن رو به عنوان یک کتاب معمولی تلقی میکنیم. ولی در پاسخ سوال شما که طولانی هم شد و عذر میخوام، این است که شما به روش خودتون ادامه بدین و در قرآن دقت بکنید، سرعت رو فدای دقت بکنید و روی کلمه کلمه قرآن متمرکز بشید و از خودتون این سوال رو بکنید. آقای دکتر، من عربیشو اول میخونم، یعنی یک صفحه عربی رو که خوندم تموم شد، معنی های زیرش رو می نویسم، اون وقت دونه به دونه باز اومد به عربیش رو نگاه میکنم، فارسیش هم نگاه میکنم، ببینم با هم دیگه چجوری میتونم تطبیقش بدم. اینی که امیدوارم درست باشه، نمیدونم. قرآن نمیتونه که غلط باشه، کسی اگر نه من درست بکنم قرآن 100% درست. من منظور من این است که اگر کسی با تقوا با قرآن مواجه بشه، به هر طریقی که با قرآن در تعامل بر بیاد هدایت میشه. یک دنیا ممنون و متشکرم، انشاءالله خدا عمر طولانی به شما بدید که واقعا شرمنده میکنین همه این ها رو. البته ما هایی که به قرآن عقیده داریم، خداوند سایه شما رو از سر همه ما ها کم نکنه، طول عمر بیشتری رو از خدا برای شما میخوام. زنده باشید. من هم از شما تشکر میکنم، اجر شما برای همه مساعدت های شما و همه محبت های شما. خواهش میکنم آقای دکتر، قربان محبتتون برم، شب شما بخیر. شب شما بخیر. خانم محترمی که تصور میکنم که در کارهای خیریه بسیاری مشارکت دارن و صداشون بسیار آشناست برای من، در ادامه تشریح سلام عرض میکنم حضورتون، بفرمید. با سلام خدمت شما آقای دکتر آقاسی و با تشکر و تقاضای توفیق بیشتر شما از خداوند، میخواستم خدمتون عرض کنم، البته یک مقداری فاصله گرفتیم از صحبتی که عالی جنابی از شنوندگان در مورد اخلاق داشتند امشب در برنامه شما. من در تایید فرمایشات ایشون میخواستم خدمتتون عرض کنم که علاوه بر این که اخلاقی وجود نداره، اتفاقا من میخواستم که حضورتون تلفن بکنم و میخواستم از حضورتون تلفن بکنم در حضورتون و گله بکنم که چرا شما در این بحث مهم اساسی امشب شرکت نکردید که خود شما تلفن فرمودید. بفرمایید. خواهش میکنم. بله، ما امروز یه مقدار گرفتار بودیم دیگه، دیر آماده شدیم و منظور این بود که
نه تنها اخلاقی وجود نداره، بلکه جنگ اخلاقی بسیار وجود داره. یعنی شما فکرشو بکنید، محیط و جامعه‌ای که فقط و فقط بر مبنای پول و سرمایه همه چیز در اون میگذره، یعنی واقعا جایی که همه چیز فقط نفع و سرمایه و در نتیجه رفاه و لذت جویی وجود داره، نه تنها ابتذال در خودش هست، بلکه میخواد راهنما و گرداننده جهانی هم باشه. حالا شما فکر کنید، البته همینطور که ایشون میفرمودن، بله، انسان ها وقتی خواسته هاشون برآورده بشه، طبیعتاً باید اونچه که باید انجام بدن رو مورد اجرا قرار بدن، ولی به قدری در حال حاضر از نظر الکترونیکی، از نظر این دستگاه های ارتباط جمعی و حقه ها و کلک های فراوان پروپاگاندا و همه این تسلطی که در دنیا به وجود اومده، هر حرکت کوچک یا بزرگی خفه میشه در بطن خودش و به جوانهای ما الگوی داده نمیشه که چی درست هست اصلا. یعنی نه تنها سازمانهایی وجود نداره که به این صورت عمل بشه، بر اساس حق و حقیقت مردم رو به هر حال institutionalized educationی وجود داشته باشه براشون که بتونن تربیت بشن، علاوه بر اون هر حرکت درستی هم اگر در یک فرد باشه به عنوان ناراحتی روانی اطلاق میشه، اگر در یک مملکت باشه به علت عقب افتادگی و وحشیگری تلقی میشه. یعنی واقعا ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از این وضعی که در دنیای امروز وجود داره و از این محیطی که اینقدر مسموم هست که همه چیز رو تحت شعاع قرار میده. ما حالا همین نسل ما خوشبختانه در محیطی بزرگ شده که حق و حقیقت رو شنیده، ولی وقتی از نسل بعدی، از فرزندان ما صحبت میشه، حالا به درست یا غلط به هر ترتیب اونها از این محروم بودن از این نعمت و واقعا بسیار بسیار جای صحبت، بحث، تعلیم هست که چطور ما اینها رو راهنمایی بکنیم. و نسل جوان واقعا آدم واقعا دلش به درد میاد براشون، چون اصلا متوجه نیستن. به هر حال ما یک به قول زبان انگلیسی پریکویزیتی داریم، یه چیز حق و حقیقتی شنیدیم که بعد دنباله داشته باشه، ولی برای این طفلهای معصوم، جوانهای معصوم، اینها اصلا اون حق و حقیقت اولیه رو نشنیدن. اون وقت اینه که ما گرفتاریمون در حال حاضر بسیاره بسیاره و واقعا بلکه قرآن ما رو نجات بده، وگرنه یعنی افرادی مثل شما واقعا نعمتی هستن که وجود دارن و اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. خانم دکتر، ملاحظه بفرمایید که ما توضیحاتی که دوست دانشمند من دادند مربوط بود به تفسیر ایشون از سوره جمعه قرآن، در واقع این نوع تفسیر مدرنی که مرسوم شده، و خیلی ما از این نظر شادمان هستیم که این موضوعات اینطور مطرح میشه و تشریح میکردن ایشون، تفسیر میکردن آیه های 1، 2، و 3 رو از سوره جمعه که در اونجا میگوید که پیامبر یک فرد امی بوده که از میان شما برخواسته و بعثت شده و مأموریت او تلاوت قرآن
برای رسیدن به سه عضو مهم در یک مثلث اجتماعی هستند که برای اصلاح هر جامعه ای و برای ساختمان هر جامعه ای لازم هستند. و اون سه عامل در این مثلث، یکیش تزکیه است که همین اخلاق باشه، و یکیش حکمت یا تعقل یا علم آگاهی دانایی، و یکی هم کتابت یا ایجاد انضباط و یا نصب قانون در جامعه است. و ما میبینیم که در حکمت قرآن اول چیزی رو که میگوید قرآن به مردم یاد میده قبل از کتابت و قبل از حکمت، موضوع تزکیه یا موضوع اخلاق، موضوع خالص شدن، پاک شدن، طهارت روحی و اخلاقی پیدا کردن. این اهمیتی است که قرآن که به عقیده ما کلام خداست، یعنی کلام خدا بزرگترین هدایتی رو که برای بشر عرضه کرده، در ایجاد انضباط در جامعه میگه محور اتکای انضباط شما در جامعه باید بر مبنای وجود ستون و این هرم معظم، معظم به این معنا که عرض میکنم که عظمت آفرینه خود اون. این ایجاد ضابطه اگر در جامعه بر مبنای این اخلاق باشه، اون جامعه به عدالت میرسه. ولی اگر که این جامعه با وجودی که عقل درش به کار رفته، الان جامعه آمریکا بهترین حکمت‌ها درش به کار رفته، عقل درش به کار رفته، الان در قوانین اینها هر هدفی که اینها میخواهند به اون هدف برسند، حقوقدان‌هایی دارند که اینها رو به وسیله انضباط و قوانین و چفت و بست قانونی که ایجاد میکنند اون هدف رو برآورده میکنند. و یعنی کار حقوقدان در آمریکا به اوج قدرت خودش هست که هر هدفی که داشته باشند به وسیله نصب چند قانون به اون هدف میرسند. ولی در همین جا ما نگاه میکنیم که حکمت و علم و تعقل در حد اعلای خودش وجود داره، ولی چون که اخلاق در نصب قانون در اینجا کم هست یا نیست، یا به هر حال احتیاج به کمال داره، چون اخلاق در اینجا ضعیفه، نگاه میکنیم میبینیم که علم دارن اینها و بهترین قانونها رو برای رسیدن به هدف، بهترین منظور به اون معنا میگویم، اینا آماده دارند و عمل میکنند و هر کاری بخوان با قانون انجام میدن و در دنیا نمره یک هستن از این نظر. اما چون که موضوع اخلاق در اینجا مطرح نیست، میبینیم که این علم و این عقلانیت به طرف استعمار و به طرف منفی و به طرف استثمار کردن بقیه مردم دنیا منجر میشه و شده. سوالی که من از حضور شما داشتم و همینطور از حضور دوست ارجمندی که تلفن کردن، بیشتر این است که ما چطور میتوانیم که بدون اینکه وارد موضوع دین بشویم، چون جوان ها اکثرا از موضوع دین فراری هستند و یک واژه دیگری بایستی که درست کرد و دین رو در قالب اون واژه، ارزش های دینی رو بایستی که به نظر من در موردش صحبت کرد، قالب دین خیلی الان مورد پذیرایی جوان ها قرار نمیگیره. ولی ما اگر ارزش ها رو از دین استخراج بکنیم و به عنوان یک علم، به عنوان یک پروژه، به عنوان یک پیپر، یک چه میدونم لکچر، یک چیزی به اونها بدیم، ممکنه که بیشتر روش فکر بکنن. به این خاطر من اسم دین رو در اینجا نمیارم، در این بحثی که با شما دارم. صحبت من این است که ما چطور میتوانیم که ارزش‌های عدالت رو، اصلا دین رو فراموش کنید، ارزش‌های عدالت رو برای جوان‌ها تشریح کنیم که اینها مبانی عدالت هستند، اینها اسمهای عدالت هستند، اینها ارزشهای عدالت هستند. نگرش فلسفی به موضوع عدالت رو، که عدالت چیست، برای چیست، از کجا میاد، به کجا میره، چرا به وجود میاد، چرا خوبه، چرا بده، با کی دوسته، با کی دشمنه، سوالاتی که ذهنیت یک جوان رو متوجه بکنه به نگرش فلسفی به موضوع عدالت، و بعد چیزهایی رو که به عدالت در مبارزه هستند اینها رو پیدا بکنه.
ببینید برای یک آدم مذهبی خیلی راحت میشه این حرفا رو زد. یعنی ما بگیم که آقا شما تاریخ زندگی رسول اکرم رو مطالعه بکنید که اصلا علت دشمنی قریش با پیامبر سر چی بود؟ سر تعداد خداها بود که پیغمبر به اونها گفت یک خدا رو بپرستین، اونها گفتن نه ما 360 خدا رو میپرستیم. خب این کجای این اشکال داره؟ کجای این تولید جنگ میکنه؟ چرا باید که تولید جنگ بکنه؟ چرا اونها باید احساس خطر بکنن در مقابل پیامبر؟ که خب پیامبر گفته یک خدا رو بپرستید، حالا اصلا خدا یکی باشه یا دوتا باشه، اونا گفتن نه ما این 300 تا 400 تا هر چقدر خدا داریم. یعنی ما از اینجا شروع بکنیم که به چه مناسبت این اختلاف بین اینها شروع شد، به چه مناسبت سرمایه‌دارا و فئودال‌هایی که در قبیله خود همون رسول اکرم بودن با او به جنگ پرداختن و کاری کردند که او شبانه پای برهنه با دوست مسن و سالخورده خودش مجبور به فرار میشه، سر به بیابان میذاره از وحشت و ترسی که اینها براش ایجاد کرده بودن. چه گفته بود مگه؟ آیا فقط گفته بود که خدای یکتا رو بپرستید و این ازدحام و این خشم رو به وجود آورده بود؟ یا به اینها گفته بود که پرسیدن ازش که خب این خدای یکتا چی میگه که ما 400 تا از این خداها داریم، اون خدای تو چی میگه؟ اگر اون هم مثل اینها حرف میزنه که خب اونم بیار قاطی اینها، یا خیلی خب همه اینها فدای اون خدای تو، ولی به ما بگو که اون خدای تو چی میگه. گفت اون خدای من میگه کون و قوامون به قسط، باشید برقرار کنندگان و در احتزاز درآوردگان پرچم عدالت اجتماعی. گفتن ها، حالا اینجا خطرناک شد دیگه. ما یک جماعتی هستیم که در واقع حیات ما بستگی به ظلم داره. ما اصلا دینمون دین مالکیت مردمه، مردم دنیا متاع ما هستند و ما مالک اونها هستیم. تو چی میگی؟ تو میگی آدم ها با هم برابرند؟ من میگم این آدمی که به صورت کارمند و کارگر من هست، این یک کالا بیشتر نیست. تو میگی این حق داره و با تو برابره. حالا سوال من، بیننده دیگری هم هستند که من حتما به ایشانم باید جواب بدم، سوال من از جناب عالی اینه که آیا در تفکرات و مطالعاتی که شما کردید راه حلی برای چگونگی تعلیم پایه های عدالت، که عدالت چی اصلا و چه ارتباطی با جامعه داره، رابطه عدالت با اقتصاد چیه، رابطه عدالت با سیاست چیه، رابطه عدالت با استعمار و استثمار چیه؟ آیا فکر میکنید که اگر ما از این طریق وارد بشیم و این کانسپت عدالت رو اگر که ما با جوانهامون مطرح بکنیم و در واقع شاخه های اتصالی عدالت رو با دیگر موضوعات جامعه برای اینها تشریح بکنیم، فکر میکنید که در اون مسیر اگر حرکت بکنیم و همینطور که با شما من خارج از برنامه صحبت کردم و امید این رو داریم که از درایت و از فعالیت های آموزشی شما هم استفاده کنیم، شما تصور میکنید که اگر ما در اون منطقه شروع بکنیم به فعالیت و آموزش، اگر کروکونومی یا اگر که یک دست نوشته یا یک برنامه، چی به نظر شما میرسه در اون مسیر حرکت کردن؟ بله، اون چه که مسلمه به نظر من، البته این موضوع یک مقداری تعمق و تفکر بیشتر لازم داره و در چند جمله نمیشه خلاصه بشه، ولی اون چه که مسلمه اون طریق سنتی روال معمولی که تا به حال داشتیم مؤثر نمیتونه باشه. یعنی فقط همونطور که شما فرمودید میشه به وسیله یک به اصطلاح مفهومی به نام عدالت به جای حجاب مثلا، یا مفهومی به نام عدالت به جای حرام بودن یک سری از چیزها. من فکر میکنم به اون فرم منطقی اگر با
جوان ها ما روبرو بشیم خیلی بیشتر شانس خواهیم داشت. یعنی از به دلایل مختلف، حالا یا این فساد کلی که همه ما باهاش یک مقداری مسموم هستیم و هرچی به یک حالت، من اتفاقا امروز داشتم بین یک عده از دوستان میگفتم که اینها لغت انگلیسی suffocate، لغت فارسیشو بگیم، یه مقداری اصلا نفسشون میگیره، حاضر نیستن زبونها خفقان به این مسائل بپردازند، یعنی گوش بکنند، مگر اینکه واقعا با از نظر به اصطلاح منطقی و به اون فرم بهشون، شاید با نمونه های تاریخی، شاید با به اصطلاح مناظره های مختلف، مسائل منطقی و قابل لمس رو اگر مطرح بکنیم خوب باشه. اون حالت فرمی که سنتی و به اصطلاح روال معمولی کاملا به نظر من، به خصوص جوانانی که در خارج از کشور هستن، براشون مؤثر نخواهد بود. این فکر منه. حالا اون کوریکولومی که شما میفرمایید، اون به اصطلاح لیست و چیزی، اون فرمی که باید داشته باشیم، اون باید تک تک انتخاب بشه، شاید به همت چند نفر از ما و با نظارت سرکار به اون طریق باید انجام بشه. من خیلی میپسندم این روش شما رو. قبل از اینکه تشریف ببرید، ما سالها پیش بعد از سال 2003 انفجار اون برجای دوقلو و اینها در اینجا، یک جایی رو درست کردن در یه دبیرستان بزرگی که دبیرستان کاتولیک ها بود و اینها، همشان هم دختر بودن در اونجا، خیلی بزرگ در همین نزدیکی ما، و از همه دین ها استفاده کرده بودن و بودایی، نمیدونم مسلمان، مسیح، همه اونجا. یکی نماینده گفته بودن بیان و با این محصلینی که از چند مدرسه هم جمع کرده بودن اینها رو اونجا، اینا سخنرانی بکنن و همزمان با اونها دعا بخونن و دعا کنن که دیگه بعد از این، از این انفجارها صورت نگیره و بگن که دین اونها با این کارها مخالفه. هر کدام اینها اومدن و چند نفر از این رهبران مذهبی، من رهبر مذهبی نیستم، اشتباهی حال ما رو دعوت کرده بودن، ولی بالاخره رهبران مذهبی جاهای دیگه آمدند و دعاهایی خوندن و مراسمشون انجام دادن، نوبت ما شد. یه نفر دیگه هم بعد از ما بود که دیگه انقدر جلسه طولانی شد که رفت. اونجا ما وقتی که در مقابل این بچه‌ها ایستادیم و اینها، گفتم که من امروز نمیخوام که برای شما راجع به دین صحبت بکنم و استند اسلام رو در مقابل انفجار و خودکشی و این حرفا بیان بکنم، ولی فقط میخوام یک دعایی بکنم و برم خانه، کار دیگه نمیخوام بکنم، ولی اول این دعا رو من برای شما کلمه به کلمه میخوانم. اگر که شما دیدید که این دعا به اصطلاح آفنسیو نیستش، مزاحم شما نیست، اذیت نمیکنه، شما به من بگید که اون وقت من دو مرتبه میخوانم، سرخوانی میکنم، همه با هم میخوانیم. و اینی که دفعه اول گوش بدید فقط که من این دعایی که میخوانم یه وقتی با دین شما، با آیین شما اینها منافات نداشته باشه، که کار بدی کرده باشم. و بعد ترجمه سوره فاتحه رو برای اینها خواندم، به انگلیسی بود البته، و بعد از همه اینا پرسیدم که بین شما، شاید 2000-3000 نفر محصل بودن اونجا، بین شما آیا یک نفر هست که این مطالبی که در این دعایی که من خواندم مانع شده باشه، مزاحم باشه یا مخالف باشید شما با این؟ هیچ کس دستشو بلند نکرد. گفتم پس اجازه میدید که ما این دعا رو بخوانیم؟ همه گفتن بله. و بعد من شروع کردم به خواندن و 3000 نفر تکرار میکردن این رو، و اصلا این ساختمان، البته در فضای آزاد بودیم، اصلا زمین میلرزید، باور بکنید که زیر صدای این افراد
با این قدرت و شدت و ایمانی که میخوندم. وقتی تمام شد و همه اینها دست دادن و نشستن و اینها، گفتم که میدانید که این آیه، این دعا چی بود؟ گفتن نه. گفتم این اولین سوره ای است که در قرآن مسلمان ها وجود داره و شما هیچ ناراحتی یا مخالفتی یا بیگانگی دیدید بین دین خودتون و این دین؟ و بعد از اونجا شروع کردم یه مقداری صحبت کردن که البته با اعتراض مذهبیون مواجه شد، نه بچه ها البته، دیگران. و حالا مقصودم به این است که ما اگر یک روشی ایجاد بکنیم که این حساسیت رو در بچه ها و در جوان ها از بین ببریم و توجه داشته باشیم که اینا با این اخباری که مرتب روبرو میشن و فجایعی که در دنیا به نام اسلام انجام میشه، کار ما خیلی کار مشکلیه. یعنی شما چطور میتونید که به یک جوانی که مثلا خیلی هم میانه‌ای با دین نداره به این ثابت بکنید که همه این تشکیلاتی که به نام داعش دنیا رو به وحشت انداخته اینها ارتباطی به اسلام نداره؟ خیلی مشکله این کارها. و وقتی به اینها میگید بیاید به قرآن مراجعه بکنیم، ترازوی ما قرآنه، میگن ما حوصله ترازو نداریم. اینها که نشون میدن چطور همه دنیا این همه دختر و پسر جوان از اروپا میرن و عضو اینها میشن، اینا هیچ کدوم قرآن رو نفهمیدن، فقط شما فهمیدید. برای این کار، برای ایجاد یک نهضت فکری، ما احتیاج به تجربه اساتیدی مثل شما داریم که پامیان بگذارید و مسئولیت خودمون رو به جوانها یک نحوی پرداخت کنیم. به هر حال من از تشریف فرماییتون روی خط خیلی ممنونم. تشکر میکنم، من کاری نکردم. بیشتر خیلی ببخشید که فرصت فعلی به اون حدی که باید نبوده و انشالله که توفیق بیشتری وجود داشته باشه، ولی اونچه که مسلمه فقط این باید گفته بشه که امریکا کشوریه که جمعیتش 5% از جمعیت دنیاست، ولی زندانیانش 25% زندانیان جهان هستن. و وقتی چنین قدرتی بخواد مصلح باشه در جهان، مشکل ما بسیار بسیار زیاده. یعنی یکی از مشکلات بزرگ ما همینه. و همینطور که می‌فرمایید ما باید خیلی واقعا مسلح بشیم به اونچه که باید تا جوانها رو بتونیم بکشونیم به اون راهی که باید. اینها نه تنها زندانهاشون 5 برابر نرم جمعیتشون هست، به خصوص نسبت به کانادا اگر مقایسه بکنید که 2 برابر هم میشه، ولی من فکر میکنم اینها به این علت تعداد زندانی هاشون زیاد میشه که اون تعدادی که بیرون از زندان هستند با جمعیت 5% که در دنیا دارن، 55% از محصولات دنیا رو استفاده میکنند و از این مقداری که استفاده میکنند 55%ش رو دور میریزند. یعنی این ارقام وحشتناک رو وقتی آدم فکر میکنه میبینه که ما احتیاج داریم به این که مبانی اخلاق رو تسری بدیم به خیلی از چیزها، یعنی در اقتصاد، در سیاست، در آموزش، در بسیاری از موارد زندگی ما باید موضوع اخلاق رو هم توسعه بدیم و هم تسری بدیم. که اگر ما اخلاق می داشتیم 5.5 برابر یک آدم معمولی متوسط در دنیا غذا نمی خوردیم، و اگر ما اخلاق می داشتیم نیمی بیشتری از این غذایی رو که تصاحب می کنیم و سهم دیگران این به هر شکلی که به دست شما رسیده باشه سرقته، و این رو ما مصرف میکنیم و بقیهش رو هم دور میریزیم. بقیهش یعنی نصف بیشترش رو دور میریزیم و شما ببینید که چند نفر رو ما در دنیا میکشیم از گرسنگی. اینا نقش اخلاق، هم دموکراسی رو به تمام دنیا ببریم. بله، نقش اخلاق رو ما خیلی باید خانم روش بشار بیاریم و روش بله این کشتی داره روز به روز بیشتر توی آب فرو میره و همه ما باید سعی کنیم که نجات بدیم. یک دنیا از تشریف فرماییتون سپاسگزاری میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در چند دقیقه ای که فرصت داریم از بیننده ای که دو سه بار روی خط تشریف آوردن و من در نهایت شرمندگی نتوانستم که از صدایشان استفاده بکنم، تقاضا میکنم که حتما تشریف بیارن روی خط و منتظر شنیدن صداشون هستم. در این دقایقی که فرصتی هم نیست که به این آیه قرآن بپردازیم، فقط برای جلسه بعدی باید که خاطرمون باشه که آیه شماره 185 از سوره دوم قرآن رو شروع کردیم و در این آیه با این عبارت آغاز می شود که ماه رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده و نزول قرآن در این ماه و به طور کلی نزول قرآن برای این هدف است که با خود هدایت به ارمغان بیاورد و علاوه بر این که هدایت به ارمغان بیاورد، برای ما بیان کند که چرا هدایت آورده است و چرا هدایت مورد نیاز است و ما چگونه از هدایت هدایت شویم. یعنی هم بیانات هدایت رو برای ما آورده و هم معاینه و فرقان و میزان تشخیص و شناخت جنس و نوع و فعالیت هدایت رو برای ما آورده. و بعد میگوید که و هر کسی که شهد منکم، هر کسی که از بین شما، نه از یک رصدخانه دور، نه از جای دیگر، نه از یک کشور دیگر، هر کدام از شما نگفته از که اطلاع اگر پیدا کردید، عارف اگر شدید، معرفت اگر پیدا کردید، دانایی اگر پیدا کردید، میگن مشاهده اگر کردید، یعنی اصل رو به شهود گذاشته و به انفراد، یعنی هر فرد خودش باید تشخیص بده که افطار این شخص چه موقع است، مغرب او چه موقع است، طلوع خورشید او چه موقع است، روز او چه موقع آغاز می شود، شب او کی آغاز می شود، کی موقع نماز صبح اوست. او قرآن در اینجا اشاره می کند به یک موضوع بسیار مهمی که بعداً در مورد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد و اون این که موضوع عبادت یک امر اختصاصی و یک امر انفرادی است. نتایج عبادت ممکن است اجتماعی باشد ولی فعل عبادت انفرادی است، مگر در مواردی که افراد با هم هستند و اون هم فقط در مورد صلات است که با هم عبادت دست جمعی انجام می دهند، یعنی تابع یک فرم و شکلی می شوند در عبادت و جمعاً تذکار خدا رو می گویند و ذکر خدا رو میگویند و به یاد خدا میفتند. اما در عبادت روزه این جمعیت و این اجتماع و جماعت وجود نداره، یعنی اینطور نیست که همه با هم روزه بگیرند، همه با هم افطار کنند. روزه یک عبادت کاملا انفرادی است و بین شخص و بین خداست و زمان روزه و شرایط روزه و افق روزه و طلوع روزه و غروب روزه، همه اینها برای اون شخص است. و این مشکلی که در جامعه امروز بشر وجود داره که ما در قطب شمال چطور نماز بخوانیم، روزه بگیریم و چیزهای نظیر این که فرصت نیست که به اونها بپردازیم و همه اینها رو در نشستی دیگر با شما مطرح میکنیم. دوست گرانقدری تشویق کردن و ما رو تایید کردن، سپاسگزاری میکنم. دوست دیگری مرحوم فرمودند که مگر که ما امکان پرداخت فطریه نداشته باشیم چه باید بکنیم؟ هیچ نباید بکنید جز این که در نزد خدا اظهار بکنید که خدایا من مطیع تو هستم و من نیت به پرداخت فطریه دارم و من قبول دار قانون فطریه هستم و
پذیرای این حکم هستم و این رسم و این سنت رو میپذیرم و مفید میدانم، شرمنده ام و بدهکار که امکان پرداخت ندارم. ولی اینکه این بیننده فرمودند که اصلا امکان پرداختی وجود ندارد، عرض من این است که ممکن است که در آینده امکان پرداخت داشته باشند. بیننده دیگری هم پرسیدند که خسارت کفاره چیست؟ کفاره مربوط به کسانی است که کفر می‌ورزند، یعنی چشم خودشون رو بر قانون می‌بندند و لجبازی می‌کنند و البته اونها باید مجازات بشن و مجازات اونها تا 2 ماه روزه یا پرداخت 2 ماه هزینه تغذیه یک انسان و یا آزاد کردن یک برده است، که من فکر میکنم در حال حاضر آزاد کردن برده بزرگترین تنبیهی است برای کسانی که تکفیر میکنند. چون در زمانهای قدیم اگر چند درم میدادن و یک نفر رو آزاد میکردن، امروز برای آزاد کردن یک اسیر، اسیر عقلی و اسیر فکری، میلیون ها دلار پول باید صرف بشود تا یک کسی از اسارت عقلانی خارج بشود. تنبیهی به اون صورت وجود ندارد. عبادت تنبیه به همراه ندارد. عبادت خیریتش به خود انسان میرسه و همین توان روزی گرفتن نداشته باشد، پول هم نداشته باشد، باید چه کند؟ اقرار بکند به بدهی خودش و امیدوار باشد که هر وقت داشت بدهیش رو بپردازد یا هر وقت سلامتی پیدا کرد روزهای از دست رفته رو بگیرد. فطریه ماه رمضان رو آخر ماه رمضان بپردازیم یا اول ماه رمضان؟ فطریه ماه رمضان رو همین امشب بپردازید و از ثواب بیشتر برخوردار بشه. ما هنوز منتظر بیننده ارجمندی هستیم که ظاهرا خسته شدن از تلفن و جواب ندادن ما. امیدوارم که ما رو ببخشن، از ما مکدر نشده باشند. از فرد شما عزیزان برای حوصله و تحملی که دارید سپاسگزاری میکنم. اجر شما با خدای بزرگ باشد. تا دیداری دیگر فرد شما عزیزان رو خدای بزرگ میسپارم. شاد و سربلند باشید. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. ایام خوش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.